دوستان عزیزم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه رضا نظر بگی هستم از کانال یوتیوب پویوت اکادمی و آموزش های آدوبی ایلستریتر در خدمتتونم در این درس میخوایم بریم سراغ پنل سیمبولز با موارد مختلفش آشنا بشیم مثلا ببینیم چه کاربردی داره سیمبولز واسمون استارت کار رو من برای اینکه بزنم باید برم در منوی ایلستریتر در بخش ویندو روی سیمبولز کلیک کنم و فعالش کنم برای من تیک خورده اگر برای شما تیک نخورده روش کلیک میکنین یه پنجره اینجا براتون به نمایش در میاد من از قبل اومدم در پنل سواچز کنار پنل سواچز سیمبولز رو اضافه کردم یعنی اگر بیام ویندو و سیمبولز رو بزنم گزینه سیمبولز اینجا برای من به نمایش در میاد شما اگر در این قسمت به صورت یه پنل شناور میبینید میتونید ازش استفاده کنید ببندینش بعد دوباره بریم ویندو فراخوانی کنین هر وقت یا اینکه مثل من درگ کنید به پنل های سمت راستتون اضافهش کنید خب برای شروع کار من بهتون میگم مثلا سیمبلز چه کاربردی داره یک سری طرها اشکال و موارد مختلف هستن که ظاهر کار شما رو زیباتر میکنه مثل مثلا آیکون ها و موارد این چنینی که به صورت پیشفرز یه سری رو خود ایلستریتر در ورژن های مختلف بهشون اضافه کرده در ورژن های پشت سر همش خودش برای شما یه سری موارد به صورت پیشفرز و آماده گذاشته که میتونید ازشون استفاده کنید البته سیمبل ها رو میتونید در اینترنت هم جستجو کنید مثلا free symbols for illustrator اگر سرچ کنید توی گوگل میتونید کلی سیمبل های رایگان هم داشته باشید اونا رو دانلود کنید به این پنل ها اضافه کنید بهتون میگم چطور این کار رو انجام بدید اما برای شروع کار بریم یه سمبولی رو اینجا اضافه کنیم نحوه ایجاد سمبول ها و اضافه کردنشون به آرت بورد به این شکل که در سمت راست که من سیمبولز رو دارم شما هم هر که داریدش فرق نمیکنه. یکی از این موارد انتخاب میکنین درگ میکنین و میکشین میندازین توی صفحه خیلی کوچیک اینجا به نمایش در میاد من خیلی راحت میتونم اینو بزرگش کنم اگر دکمه شیفت رو هم نگه دارم ابعادش به یه اندازه بزرگ میشه همونطور که میبینید چون کاربرداری برداری هر چقدر بزرگش کنم کیفیت رو از دست نمیده و میتونم بعدا از این مواردی که اینجا هستن استفاده کنم مثلا اینو بیارم بکشم درگ کنم بندازم اینجا و بعد سایزش رو بزرگ کنم حتی میتونیم بعدا تغییرات بیشتری روش اعمال کنیم اگر یک زمانی شما سمبل رو وارد تصویر کردین و نمیخواستین اون باشین خواستین یه دونه دیگه جا به جاش،, جاش, بذارید خیلی راحت میتونید یه گزینه دیگه رو انتخاب کنید برای مثال مثلا این هوم رو من انتخاب میکنم روی منو که این سه تا خطی هستش که اینجا میبینید کلیک میکنم و گزینه ریپلیس رو انتخابش میکنم اینجا ریپلیس سیمبل رو داریم این قسمت ریپلیس سیمبل روش کلیک میکنم و اون خونه جایگزین اون ذره بینی شد که اینجا داشتیم جایگزینش شد یه راه حل ساده تر امینه اینه که ما اصلا اینو بیایم پاکش کنیم برای مثال اینو درگ کنیم و بندازیم اینجا دیگه ریپلیس هم نکنیم بعد دیگه سایزش رو هر شرط که خودمون دوست داشتیم بزرگ و کوچیک میتونیم بکنیم به این دو روش میتونین تصاویرتون جایگزین کنین و برشون گردونین اما اینو بهتون توضیح بدم ما خودمونم میتونیم سیمبل به وجود بیاریم سمبل رو به وجود بیاریم در پنل سمبل برای خودمون بذاریم نگه داریم و بعدا ازشون استفاده کنیم برای مثال من میام یه شیپی رو به وجود میارم به این شکل یه همچین چیزی رو به وجود میارم یه رنگم بهش میدم الان فیلد بی رنگ این رنگ رو بهش میدم خب من اگر بیام با سلکشن تول اینو بگیرم درگ کنم بندازم تو پنجره سمبل ها یه اسمم از من میخواد و یک سری مشخصاتم اینجا از من میخواد مثلا میتونم اسمشو بذارم پویوت بیام روی مابقی موارد میتونم تغییرات ایجاد کنم مثلا اگر روی داینامیک سیمبل باشم بعد میتونم تغییر بدم این مورد رو ادیتش کنم اگر روی استاتیک باشم ظاهرش همین شکلی مونه دیگه قابلیت تغییر به هیچ وجه نداره فقط اینجا استو تو کوچیک و بزرگش میتونیم بکنیم این موارد رو انتخاب میکنم روی دکمه اوکی رو اگر کلیک کنم اینجا برای من قرار میده این مورد رو به علاوه هم اگه کنارش میبینید به اینه که نشون میده ما اینو گذاشتیم رو حالت داینامیک که بعدها بتونیم تغییرش بدیم تمام مواردی که اینجا هستن استاتیکن قابلیت ادیت شدن و ویرایش شدن در آینده رو ندارن فقط این موردی که خودمون داینامیک به وجود آورده بودیم قابلیت اینو داره در نهایت در آینده تغییرات روش اعمال بشه اصلا ظاهرش رو تغییر بدیم به طور کامل یا رنگش رو تغییر بدیم من میتونم چه این کاری رو هم انجام بدم مورد بعدی اینه که من میتونم نحوه نمایش سمبل ها رو هم مثلا مشخص کنم برای مثال من اگر بیام اینجا روی این منو کلیک کنم و یکی از این سه تا گزینه تامنیل سمال و لارج لیست رو انتخاب کنم ظاهر کارم و اندازه تامنیل ها برای من تغییر میکنه مثلا اگر روی لارج لیست کلیک کنم به این شکل در میان همونطور که میبینید اسمشون هم جلوی تامنیل ها نوشته میشه اگر بیام دوباره مثلا روی سمال لیست کلیک کنم سایزشون کوچیک میشه اگر فقط روی تامنیل باشم فقط ظاهر تامنیلشون میده میده و دیگه جلشون جلوشون نمی, نمی این حالت رو هم میتونم به وجود بیارم خب همونطور که بهتون گفتم در ورژن های مختلف ایلستریتر سمبل های مختلفی به کارمون اضافه شده فکر کنم همونجوری که داریم میایم بالا ایلستریتر ها رو مثلا در 2016 17 اینجوری که میایم بالاتر یه سری سمبل رو خود ایلستریتر به مرور برای ما به وجود آورده و در حالت دیفالت برای ما گذاشته تعدادشون هم بیشتر داره میشه میتونیم بریم از کتاب خونه ای که داریم یه سری دیگر رو فراخانی کنیم و ببینیم برای مثال من در پن پنل سیمبولز اگر پایین سمت چپ روی این پنل کلیک کنم کتاب خونش برای من باز میشه و میتونم برم موارد مختلفی که اینجا میبینید رو انتخاب کنم مثلا اگر نیچر رو انتخاب کنم یه سری سمبل هایی که در ارتباط با طبیعت هستن رو به من میده من میتونم درگ کنم اینا رو استفاده کنم میتونم خیلی راحت بعدا بزرگشون کنم و به کارم میاد یه جورایی مطمئنا و از این بعد اینا رو خواهم داشتیم بعد یه کار دیگه هم که میتونم بکنم اینه که من اگر بیام دابل کلیک کنم روی هر کدوم از این موارد یه پیغام برای من میاد میرم در حالت ویرایشی کار قرار میگیرم کارمون به صورت منحصر به فرد یعنی همونجور که خودم دلم میخواد تغییرات روش به وجود میارم از این استایل بیرون میاد منتها اینو بهتون بگم اگر دکمه اوکی رو بزنید و وارد پنل تغییراتش بشین هر تغییری که به وجود بیاری دوستان عزیز روی نمونه اصلی ذخیره میشه برای همیشه و اون گزینه پیش فرضی که اینجا داشتین دیگه قابلیت بازگردانی نداره یعنی من اگر اینجا رو دابل کلیک کنم تغییراتی رو این بدم برای همیشه تغییرات من سیو میشه پوش. برای اینکه یه همچین اتفاقی نیفته من یه کپی از کارم بگیرم بذارم حالت دیفالت هم برای همیشه بمونه اجازه بده اینو ببندم بعدا دوباره برم در کتابخانه فراخوانیش کنم باید بیام دا... یه رایت کلیک کنم روی این مورد مثلا و روی گزینه Break Link to Symbol کلیک کنم اتفاقی که میفته این موردی که من انتخاب کردم دابل کلیک کردم الان روش یا در اصل بریکش کردم Uh, هر گونه تغییری الان دلم به روش به وجود میارم و فقط روی این یک نمونه شکل میگیره تغییراتم مثلا الان من میتونم رنگش رو عوض کنم مثلا قرمزش کنم به این حالت رنگش رو تغییر بدم میتونم حتی ببرم کاتش کنم هر اتفاقی که براش بیفته در نهایت هیچ تغییری روی نمونه اصلیم که اینجا میبینید کوچیک آبیه به وجود نیامد من رنگش رو قرمز کردم ولی هنوز در بخش سیمبلز آبی هست گزینه اصلی من اگر بخوام اینو درگ کنم میتونم بیارمش اینجا دوباره به همون رنگ آبی ببینمش اما اگر همون اول دابل کلیک میکردم روی مثلا این مورد دابل کلیک کنم و اوکی رو بزنم هر تغییری به وجود بیارم اینجا دیگه تامنیلش هم به همون شکل میبینیم کلا از بین میبریمش بهتر شما هم این کار رو نکنید رایت کلیک کنید بریک کلیک تو سیمبل رو بزنید یا اینکه بیاین در همین پنل سیمبلز وقتی یه مورد رو مثلا اینو انتخاب کردین بریک رو بزنید و تغییرات روش اعمال کنید بهتون پیشنهاد میکنم وقتی ایجادش کردین و آوردینش در آرت بوردتون بعد بیاین رایت کلیک کنین روی گزینه بریک لینک تو سمبل کلیک کنین بعدش بیاین تغییراتتون روی هر جوری که خواستین به وجود بیارید و در صفحه مطمئنا اعمال میشه و میبینیدش اگرم زمانی بخوام مثلا کلی کار انجام بدم روی یکی از این موارد با اینکه تغییر حالت پیدا کرده و دیگه شبیه قبلی نیست باز میتونم خیلی راحت اینو درگش کنم بیارم به ابزارام اضافش کنم به سیمبل ها اضافهش کنم و با اون استایل جدید ازش کار بکشم در آینده مطمئنا برای حذف کردنشونم که خیلی ساده است من هر کدوم رو که انتخاب کنم با سلکشن تول دکمه دیلیت رو بزنم از روی صفحه میتونم پاکش کنم مثل ما مواردی که در آرت بوردمون میتونیم استفاده کنیم به همون راحتی میتونیم پاکشون کنیم در پنل سیمبلز هم همینطور من هر کدوم از این موارد رو انتخاب کنم درگش کنم و بیارمش تو این سطل اشقال برای من پاکش میکنه سه تا پیغام برای من به نمایش میذاره پیغام اول اگر من دیلیتش کنم هم تامنیلم نیلم دیلیت میشه این وسطی دیلیت این تنسز. هم خود سمبول در پنل سیمبولز پاک میشه آیکونش همین که در آرت بوردم هر جا که نمونه اون رو داشته باشم مثل این هز میشه اگرم اکسپند رو بزنم فقط آیکون اینجا پاک میشه و اگر در آرت بوردش استفاده کرده باشم همونجا سرجاش باقی میمونه و پاک نمیشه فقط آیکون این پایین بخش سیمبولز رو از بین برد خب من بیشتر از این در این ویدیو وقتتون رو نمیگیرم دوستان عزیزم مواردی که بهتون آموزش دادم در این ویدیو رو لطفا تمرین کنین در ارتباط با بخش سیمبولز با مواردی که آشنا شدیم لطفا کار کنین روی کامپیوتر شخصیتون همه چی رو یاد بگیرین بیشتر تمرین کنید که در درس‌های بعدی میخوایم بریم سراغ موارد دیگه در درس بعدی و ویدیوی بعدی اصلا می‌خوایم بریم سراغ اسپری هامون و نفع اسپری کردن سیمبل ها با این مورد هم آشنا خواهیم شد ازتون درخواست میکنم دوستان عزیزم لطفا اگر ویدیوی کانال ما رو دوست دارین ویدیو رو لایک کنین اگر کانال سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنین که ویدیوهای ما جدید ما رو از دست ندین در ویدیوی بعدی در درس های بعدی هم همراه شما دوستان عزیزم خواهم بود ممنونم موفق باشید